پیش از آغاز خبرها، بانو حبیبه سرابی مشاور رئیس اجرایه در امور بانوان و جوانان اینجا با من هستند. بسیار خوش آمدین بانو سرابی. در آغاز میخوام در مورد وضعیت جوانان به ویژه فرار سیل آسای جوانان از کشور بدانم. چرا جوانان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی نسبت به سالهای گذشته به گونه گروهی و بی‌پیشینه افغانستان ترک میکنن میروند به کشورهای دیگر؟ با تشکر از شما، با عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون تلو نیوز. واقعا بسیار اسفبار است زمانی که راجع به مهاجرت جوانا صحبت میکنیم. متاسفانه هر روز در کنار سفارتخانه های کشورهای دوست میبینیم سیلی از جوانا حضور دارن برای گرفتن پاسپورت و معلومدار برای گرفتن ویزه. معلومدار دفتر پاسپورت هم از طریق رسانه شما و سایر رسانه ها بحث شده که تعداد زیادی از جوان ها میرن و دلیلش عمدتا فقر و بیکاری است در کشور ما، که تا حال متاسفانه نیازمندی هایی را که جوانان دارن و تعداد جوان های تحصیل یافته فوق العاده زیاد شده. این مسئولیت حکومت و مکلفیت حکومت است تا با فقر مبارزه کنه و زمینه کار برای جوانان فراهم بسازد، اینجا برایشان یک زندگی پر از آسایش رفاه را فراهم بسازد زمینه شه. دقیقا، ما هم با شما هم عقیده هستم و با تمام جوانان و مردم افغانستان، که ما من حیث حکومت و من کسی که مشاور هستم در داخل حکومت مکلفیت داریم تا برای جوانان. اما چرا این مکلفیت چه حکومت انجام نمیده؟ متاسفانه ما تنها در بخش مشاورت میتونیم یک مشوره بدیم. خب زمان شما به مشاور به رئیس اجرایه در این باره مشوره و آگاهی و اطلاع رسانی میکنین، پاسخ رئیس اجرایه چی است؟ چرا به یک معضل بزرگ اجتماعی و ملی رسیدگی نمیشه؟ بله، این موضوعات به گوش رئیس اجرایه رسانده شده و ما طرحهای مشخص هم، یعنی بورد مشاورین، در مجموع بورد مشاورین ریاست اجرایه خوشبختانه در مورد اولویت های کاری ریاست رئیس اجرایه یک طرح را تهیه کرده یا اولویت های کاریش را تهیه کرده که باید به این مسائل پرداخته شود. اما مسائل دیگه که تقدم میافه که نباید طور باشه، من هم با شما و با مردم افغانستان هم عقیده هستم که باید کارها موازی پیش بره. اما مسائل امنیت، مسائل ساختن کابینه که وقت زیاد را گرفت، اینا کلش سبب شد تا به این مسئله رسیدگی صورت نگیره. و بعد از این ماده ما را گذشتاندیم، دیگر واقعا نمیتونیم کدام استدلال بسیار زیاد واضح برای مردم افغانستان داشته باشیم. حکومت ناتوان است در رسیدگی به این مشکل جوانان. باید رسیدگی شود. بعد ناتوان از این باید رسیدگی شود. بعد از این مسئله ای که کابینه تشکیل شده، ارگان ها همگی به کار خود شروع کردن، باید به مسائل رسیدگی شود. اما چه زمانی رسیدگی میشه به این مشکل؟ ما با گذشت هر روز گواه فرار بیشتر جوانان نسبت به روزهای قبلش هستیم. بله، در این قسمت مسائل باید به یک بورد مشترک باشه که بتونیم پاسخ بگوییم. مثلا وزارت چی نیاز به بورد مشترک است؟ اینجا مکلفیت رهبری حکومت است تا زمینه کار برای جوانان فراهم بسازه، مانع فرار جوانان از راههای درست و منطقی شود. درست است. این مسئله باید از سخنگویای رهبر و پرسان شود که چرا این کار صورت میگیره. یعنی من اینجا مشاور در بخش بانوان و جوانان در ریاست اجرایه هستین و مشکلات جوانان برمیگرده به شما و مشوره تان برای رئیس اجرایه. متوجه باشین که مشکلاتش به من بر نمیگرده، چرا که من یک مشاور هستم. بانوان و جوانان چی مشوره میتین برای رئیس اجرایه؟ من تو برتون خدمتتون عرض رساندم که ما امو طرحهایی را که داشتیم برای رئیس اجرایه پیشنهاد کردیم. در رسیدگی به حل مشکل جوانان چی پیشنهادی برای رئیس اجرایه شما دادین؟ خب پیشنهاداتی که ما بر رسیدگی به حل معضلات بیکاری جوانان دادیم، مسئله نه تنها بیکاری، مسئله اعتیاد بوده که به صورت سیستماتیک یک برنامه اقتصادی برای جوانان در نظر گرفته شود که میتونه از زراعت شروع شده و در بخش های مختلف ظرفیت های حرفوی و همچنان اقتصاد زراعتی یک بخش بسیار عمده است که میتونه جوانان در او جذب شود. این پیشنهاداتی بوده که ما بر رئیس اجرایه دادیم. البته بعد از بازی پیشنهادات باید به جلسه شورای وزیران و از اون طریق به جلسه کابینه پیشنهاد شود و وزارت‌های مربوطه مکلفیت دارند تا در این بخش اقدام کنند. تا حالا هیچ طرح و برنامه‌ای در این راستا ساخته نشده، هرچند وعده امین حکومت، وعده رئیس جمهور غنی برای جوانان فراهم سازی 1 میلیون شغل بود، 10 میلیون شغل. دقیقاً
یک میلیون وعده رئیس جمهور بود که 1 میلیون شغل ایجاد میشه و باید این موضوع از وزارتخانه های مربوطه و همچنان از سخنگویا سوال شود. خب چرا خشونت در برابر زنان امسال باز هم افزایش نشان میده؟ در قسمت خشونت باید گفت که وضعیت کلی کشور هم تاثیرات بسیار متاسفانه منفی خود روی موضوع خشونت علیه زنان داره. موضوع امنیت یکی از مسائل بسیار عمده است. وقتی موضوع بی‌امنیتی بود معلومدار خودسری هم میباشد و قانون نمیتونه تطبیق شود. وقتی قانون تطبیق نشد همگی جری میشن و جسور میشن به اینکه هر قدر خشونت اعمال کنن پس دوباره پرسان نمیشه. هر قدر حاکمیت قانون باشه و مسائل قانون به شکل درستش تطبیق شود به می اندازه میتونه که خشونت کاهش پیدا کنه. ما شما متاسفانه میبینیم که در سال روان امنیت به شکل خوب امنیت درست نیست در افغانستان و یقینا که بالای خشونت علیه زنان هم تاثیر خود میکنه. پس اینجا باز هم برمیگرده و مسئولیت و مکلفیت های حکومت باید قانون حاکم بسازه، بالای شهروندان تطبیق کنه، امنیت فراهم بسازه تا از افزایش خشونت در برابر زنان جلوگیری شود. ما نمیتونیم بگوییم از این مسئله فرار کنیم که بله مسئولیت ما نیست، مسئولیت حکومت است و در پالوش مسئولیت شهروندا هم است. در مجموع از در قسمت تطبیق قانون اگر هر شهروند خودشان مکلفیت خود درک کنند و مکلف بدانند که قانون تطبیق کنند به نظرم اینجا یک روابطه متقابل است بین شهروند و بین حکومت. حالا هم شما چنین یک خشونت ها در برابر زنان محکوم میکنین، در پیوند به ابراز تاسف میکنین، هم نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای مدافع زنان، نهادهای فعال مدنی، هم شهروندان. پس در اینجا کی به این مشکل باید رسیدگی کنه؟ قسمی که پیشتر گفتم این مکلفیت دو جانبه است، نمیتونه به صورت مطلق به یک طرف حکم کنیم. وقتی خب حداقل حکومت میتونه عاملان خشونت در برابر زنان به دادگاه بکشانه. بله چرا نه، باید این کار شود و من حیث یک زن این حق دارم که باید در برابر مسائلی که یا خشونت هایی که بالای زنا روا داشته بشه باید او را تقبیح کنم و باید راضی نباشم. فکر نمی کنین که یکی از دلایل افزایش خشونت در برابر زنان هم سهل‌انگاری و بی‌توجهی حکومت در برابر عاملان خشونت در بر زنان است؟ بدون شک. من با این گپ چرا باید حکومت در این باره بی توجه باشه؟ حکومت باید بی توجه نباشه، حکومت باید اقدام کنه، وزارت داخله باید اقدام کنه. مسائلی که مثلا در کیس های مختلف میبینیم که کسایی که مرتکب خشونت میشه اینا فراری میباشن، اون مسئولیت حکومت است، مسئولیت وزارت داخله است و دستگاه های تنفیذ قانون که باید این کار اجرا کنن. پس از ایجاد حکومت وحدت ملی تا حالا چقدر سهم برای زنان در حکومت داده شده با اساس همون وعده های دوران مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور و رئیس اجرایه؟ خب در قسمت سهم زنان در کابینه 5 زن وعده شده بود که باید بر کابینه معرفی شود، 4 زن معرفی شده. البته تلاش ها جریان داره که تعداد زیادتر زن ها در معینیت ها جا به جا شود. تلاش جریان داره که یکی از زن ها در شورای عالی قضا باید معرفی شود. همچنان در بخش های مختلف باید مثلا 2 زن در ولایت معرفی شده به حیث والی. به این ترتیب هنوز هم تلاش جریان دارد. و میار گزینش این زنان در بدنه حکومت چی است؟ آیا با شما در این باره مشوره میشه؟ مشوره شما برای رهبران حکومت در گزینش این زنان ارزش و اهمیت داره؟ معیارها باید بر اساس شایستگی، بر اساس لیاقت و بر اساس تجربه کاری باشه که متاسفانه بعضی اوقات چنین نمیشه و باید بگوییم که جامعه ما معلومدار شما پیشترم گفتن که چرا ما هم با شما هم عقیده هستم با سایر شهروندا یا بخش جامعه مدنی، اما باید ما زنها صدای رسا داشته باشیم. جامعه افغانستان یک جامعه نهایت مرد سالار است و جامعه سیاسی افغانستان مخصوصا سیاسیون ما بسیار مردانه فکر میکنن. اگر گاهی وقتی که مشوره هم در این مورد خاص صورت میگیره نادیده گرفته میشه به خاطر از اینکه افراد سیاسی که یا متعلق به یک حزب هستن یا متعلق به یک سران کلان قوم است یا متعلق به کلان قبیله است، اینا به صورت عموم مردها هستند و اینا فشار وارد میکنن برای بالای رهبران سیاسی تا بتونن امو فرد مورد نظرشان
برگزیده شود. پس در اینجا مشوره شما نمیتونه که مانع نفوذ و مداخله چنین یک افراد در گزینش زنان در بدنه حکومت شود، البته افراد ناشایسته. اگر واقعیتش بگویم بعض اوقات همطور است، اما کوشش میکنیم. خوشبختانه که جامعه مدنی و سایر گروه های زنان با ما اما هنگ است و ما کوشش میکنیم از طریق چانه‌زنی که در بین زنان وجود داره این نقصه را رفع کنیم. و وعده ایتان برای زنان، به ویژه زنانی که زیر بار خشونت قرار گرفتن، چی است؟ چی زمانی حداقل میزان خشونت ها در برابر زنان کاهش پیدا میکنه؟ آیا جابجایی زنان در بدنه حکومت و حضورشان در فعالیت های سیاسی در چارچوب حکومت افغانستان میتونه که صد راه خشونت در برابرشان قرار بگیره؟ اگر زنان در سطح تصمیم گیری قرار بگیره، بله. مثلا من خودم به خاطر دارم زمانی که والی بودم کوشش میکردم که معلومدار کسایی که در دستگاه تنفیذ قانون کار میکردن هم متوجه بودن که بله. یک والی در رأس حکومت محلی قرار داره و کوشش میشد تا خشونت یا به اصطلاح نقض حقوق زن در اینجا صورت نگیره. این کار بسیار زیاد میتونه موثر باشه در بدنه حکومت، در بخش حکومت محلی یا در سایر سطوح تصمیم گیری زمانی که زنان حضور داشته باشن، البته به اساس شایستگی و کیفیت و کاریشان میتونه این نقش بسیار بارز و اما زنان به اساس آخرین گزارش مورد آزار و اذیت و حتی مورد تجاوز جنسی در نهادهای حکومتی قرار میگیرند. خب با تاسف زمانی که این موضوع شما هم مشنوین و ما هم مشنویم و میبینیم و حتی قربانیایش با اونا ملاقات میکنیم و ازشان مشنویم، چطور امکان داره که باز هم ما در موضعی قرار بگیریم که دفاع کنم از اینکه بر زنا گویا ظلم صورت نمیگیره؟ ولی متاسفانه این وضعیت جریان داره و قرار یکی از پس چگونه این زنان خود در زیر چتر حکومت افغانستان در نهادهای حکومتی مورد خشونت، مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن و این زنان بتوانن با خشونت در برابر زنان بیرون از حکومت مبارزه کنند، در حالی که خودشان با سیلی از مشکلات روبرو هستند؟ اجازه اگر بتین یک موضوع را اشاره میکنم که بسیار مهم است. با تاسف زمانی که ما این گزارش را گرفتیم، شما باور کنین که آزار و اذیت جنسی در نهادهای اکادمیک بیشتر بود از ادارات دولتی یا محضر عام یا بازار. و این موضوعات ما با مسئولین صحبت کردیم، وزارت امور زنان یک مقرره را به نام مقرره منع آزار و اذیت جنسی ساختن که امیدوار هستم به زودترین فرصت تصویب شود. آنچه که شما گفتین که چطور میتونیم در حالی که ما زنایی که در داخل حکومت قرار داریم یا خارج از بدنه حکومت، چطور میتونیم خود از زیر این ستم نجات بتیم؟ فقط مبارزه و ای که ما صدای رسا داشته باشیم و ما به صورت عموم یک شبکه سازی بکنیم بین خود و واقعا بتونیم درد و رنج زنای افغانستان برملا بسازیم و واضح بسازیم و ای به این فکر نکنیم که ما مربوط کدام حزب هستم، کدام تنظیم هستم، مربوط کدام گروه سیاسی هستم و در این قسمت از حق زنها چشم پوشی کنیم. در این صورت ما نمیتونیم از حقوق زن دفاع کنیم. ما باید صدای رسا داشته باشیم و به مبارزه خود ادامه بدیم. حتی در برخی موارد گزارش های وجود داره یک زن برای شمولیت و گماشتنش، برای گرفتن وظیفه در نهاد، باید تنش در اختیار رهبری امون نهاد قرار بده. خب باید یک ما در تلاش هستیم که یک مرجع شکایت که قابل اعتماد باشه به وجود بیاریم در هر نهاد دولتی. روی از این موضوع امرای وزارت زنان چی وظیفه اینجا وزارت امرای وزارت زنان و سایر نهادها، حتی وزارت زنان هم به تنهایی کار کرده نمیتونه. ما باید مرجعی که شکایت این و قربانی ها را بتونه صادقانه بشنوه. بسیار کوتاه در اخیر بگین که نقش زنان در برابر چنین یک خشونت ها چی است، چی مسئولیت و چی رسالت دارن؟ رسالت زنایی است که آرام نباشند، صدای خود باید بلند کنند. همواره صدای زنان در این باره بلند بوده. ادامه بتن، فقط ادامه باید بده، با مبارزه خود باید ادامه بده. اگر ما از مبارزه خسته شویم، همین دستاوردهایی که در چند سال هم داشتیم یا هم شکنن خود بود و معلومدار عقب گشت خود بود. سپاس از حضورتان در برنامه. حبیبه سراوی، مشاور رئیس اجرایی در بخش بانوان و جوانان.